ماشین علی دایی اومد اینجا. من بچه‌ها میگفتن که برو بشورش، گفتم من نمیدم. خانوادم از لحاظ مالی خیلی ضعیف بودن. من میرفتم بربری میفروختم، میرفتیم بربری میخریدم 50-60 تا اینا نوردیم دوره چراغ ما اینا میفروختیم که خودش تونستیم یه پول کرایه رو جور کنیم. بلند شدم اومدم تهران دنبال ورزش دیگه، چون علاقه زیادی داشتم. تنها و غریب واقعا. بعد وارد تهران که شدم سوار اتوبوس شدم که حسین فیض مربی تیم وحدت تهران بود اومد، من گفتم ورزشکاری؟ گفتم آره. گفت من 200-300 تا نزد میگیرم بریم تست. میگفتم بعد دیگه منو برد اونجا. یه بازی دوستانه داشتیم که مربی نفت اونجا اومد من انتخاب کرد، رفتم تو نوجوانان نفت. بیا اونجا هم خوابگاه نداشتم، کلن یک ماه تو تسکیلیا بودم، همش دور میدون آزادی میخواستن واقعا. بعد اونجا واقعا همه، یعنی همه دست فروشای دور میدون آزادی همه منو میشناختن، یعنی حتی دست منو میگرفتن میبردن خونه‌اش. یه مجبور بودم به خاطر جای خوابم برم توی رستوران پیتزا فروشی بود کنم کار کنم اونجا. من صبح ساعت 5 بلند میکردن تا خود ساعت 10 صبح ظرف میشستم تو رستوران. بعد یه حرفی نمیدونستم بزنم چون جای خواب نشم، مجبور بودم کارا رو انجام بدم. بعد رفتم داخل کارواش، ماشین علی دایی اومد اونجا. من بچه‌ها گفتن که برو بشورش، گفتم من نمیدم. گفت ورزشکاری بری پیشش بهش بگو من دلیلم اینجوری. نرفتم پیشش. اونجا دیگه دید پولمو کم، گفتم یکی معرفی میکرد توی شهرداری رفتگری. از صبح ساعت 5 شروع میکردم، حداقل یه پارک خودم تنها باید جارو میکردم. من هر روز که جلوتر میرم این سطحه اونجا فراموش نمیکنم. صاحب رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند